درود به همه شما عزیزان، خوش آمدید به دل به دل. این شما و این نوید. سلام سلام سلام، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. خیلی خوشحالم که شما دوباره با ما هستین و شما که از طریق یوتیوب ما رو میبینین. خب مجردا یه لحظه وایسا، من میخوام فقط ببینم که چند نفر اینجا مجردن، چند نفر تو رابطن. مجردا وایسا. آها اوکی اوکی، یه لحظه دوروبر خودتون نگاه کنین. کسایی که وایسادن، کسی هست که خوشش بیاد از کسی اینجا؟ همین اینجا یه نیمه گم شدهش شاید پیدا کنه. کی توی رابطه خوبی هستش؟ کی واقعا توی رابطه هست که عاشق و خوبه همه چی؟ واو چه قشنگ، خیلی قشنگ. او واو اوکی، همین جلو. اسم چیه؟ سامان هستم. سامان؟ بله. خوشبختم، نوید هستم. همچنین. خیلی خوش اومدی. همچنین، مرسی. چند وقته با همین؟ 2 سال و 2 ماه و 7 روز و 5 ساعت. درست میگه؟ خب شما هم بلند شد لطفا. شما اسمتون چیه؟ نیلوفرم. خیلی خوشبختم. نیلوفر و سامان بود، درسته؟ به افتخار نیلوفر و سامان لطفا دست بزنید. خب شما چجوری با هم آشنا شدین؟ ما 7-8 سال همو میشناختیم، تو دیسکو اینا همو میدیدیم، ولی خب من نمیرفتم جلو راستشو بخوایم. بعدش بعد از تقریبا چند سالی دیگه فالو کردیم یه هوی هم دیگر رو اینستا. بعدش یواش یواش سلام حالو چیزا. کی اول کیو فالو کرد؟ شما ایش؟ آره دیگه نرماله. آها اوکی اوکی. بعد شما هم میشناختیش 7-8 سال، یعنی با هم حرف هم میزدین، دوست بودین، آشنا بودین، یا فقط هم دیگه از دور میدیدین 7 سال؟ از دور میدیدیم هم. من یکم تیک و توک میزدیم به هم، یه چشمکی میزدیم. آره دوستای مشترک داشتیم. دوستای مشترک داشتین. و چرا گفتی خیلی خوشبختی؟ چه فرقی داره این رابطه برات مقایسه با رابطه‌های قبلی؟ زیاد خوش میگذره و شپاسش زیاده. مسافرت زیاد بریم، یعنی اون چیزی که من زیاد دوست داشتم همیشه تو آرزوم بود. تو این 2-3 ساله شاید 5-6 تا کشور و 10-15 تا شهر واسه اروپا و جای دیگر رو آره خیلی گشتیم. اینو خیلی من دوست داشتم. بچه های پایه‌ای هستیم با هم، فکر میکنم یکی از مهمترین چیزاست اینه که پایه همیم، یعنی خیلی مهمه این. خیلی مهمه، یعنی تو هر لحاظی پایه همیم، و نه فقط تو خوشیا، تو بدیا، تو رومخیا. صبر و سکوت خیلی از یه چیز خیلی مهمه تو رابطه که دوتامون داریم، خدا رو شکر. ماشاءالله. خیلی ممنون. اونجا هم یکی بود که خیلی دلش میخواد. اینجا این خانم امی جان. سلام. خیلی خوشبختم. شما اسمتون؟ من مهسا هستم. مهسا جان، گفتی خیلی خوشبختی و عاشقی، کجاست؟ نیستش. کجاست؟ چرا جدا از هم نشستین؟ آخه هر روز همو میبینی. ولی با این حال خیلی خوشبختی و عاشقی. بله. تونی یه مثال بهمون بدی مثلا چه کار خیلی جالبی میکنه که تو رابطه‌های قبلت تجربه نکردی؟ من اصلا رابطه نداشتم، اول رابطه‌مه. شانس آوردی دادا، اصلا نمیتونه مقایسه کنه. نیما فقط منو میبینه. چجوری با هم آشنا شدیم؟ 10 سال پیش با هم آشنا شدیم. من تازه اومده بودم آلمان. 17 سالم بود، الان 10 ساله که با هم. واو 10 سال. چی شد؟ ازدواج کردین یا نامزد کردین؟ نامزدیم، خواستگاری هم کردیم. چقدر ازدواج چجوری انجام داد؟ میخوای خودش نه خود خودت تعریف کنی؟ من بهتر حرف میزنم. تو بهتر. اوکی. اونم بله بله. فارسیش مثل خودته. بله. فارسیش مثل منه؟ آره. اوکی. خیلی ممنون، مرسی. تو تولدم دیگه، تو تولدم زانو زد جلوی همه خانواده، فامیل، مامان، بابا. و هیچی نگفت. یعنی چی؟ فقط زانو زد، هیچی نگفت؟ فقط زانو زد، استرس داشت. آخه بعد همه هم خوشحال شدن از این اتفاق و بله، این بله، از من بیشتر. اوکی، نیما جان،
تو هم لطفا حرف بزن، یکی دیگه بدتر از من حرف بزنه، یکم حس خوب بگیرم. خب. سلام نیما جان، چه فرقی داره این رابطه برای تو تا رابطه های 10 سال پیشت، بیشتر از 10 سال پیشت؟ آخه 10 سال پیش من 19 سالم بود، یعنی در واقع اونجوری جفتمون زیاد رابطه نداشتیم. یه جوری گفتی انگار ناراحتی. نه نه آقا، هرچی قبل 18 سالگی هستش خب رابطه اونجوری فکر نکنم حساب بشه، یعنی اینقدر شدید نیستش. بعدش تازه آدم دقیقاً بعدش تازه آدم میاد توی خونه با هم زندگی میکنه، اونجوری تازه شروع میشه. مهسا جون خیلی به تبریک میگم، نیما جون به تبریک میگم، خیلی ممنون از همه شما که اینجا هستین. خب بریم به اصل مطلب. حاضر هستین اولین مهمون امشب رو بیاریم رو صحنه؟ خانوم و آقایون، این شما و این ایناز. آها آه، خیلی خوش اومدی ایناز جون. مرسی. سلام به همگی. آفری، صدا کمه، بلندتر. ایناز جون جانم، چی شد که اومدی دل به دل؟ اومدم دل به دل ببینم واقعا میتونم کسی رو پیدا کنم، یاری آورم بشه دوتایی مرغ عشقی پرواز کنیم بریم. دنبال چی میگردی؟ یعنی یه جنتلمن که اخلاقیات خوبی داشته باشه، صبور باشه، مهربون باشه و در این حال خیلی شوخ و بگو بخند باشه، ولی خب برای هر کسی شوخی نخواد بکنه. راحت میشی برای کسای دیگه شوخی کنه؟ لوندی برای دیگرون بله. اوکی اوکی. میخوای اون کسی که ما برات انتخاب کردیم بیاریم رو استیج ببینیم شوخی فقط با تو میکنه یا با همه؟ خانم آقایون، این شما و این علی. خوش اومدی. خیلی ممنون. چه حسی داری الان اینجا؟ اوکیم، خجالت میکشم. آخه خجالتی نداره، راحت باشین، ما همه اینجا دوستیم با هم دیگه و امیدواریم که دو نفر رو به هم برسونیم. حالا باید ببینیم که شما اون دو نفر هستین یا نه. علی جان، پارتنر ایدئال چجوری باید باشه؟ اول از همه اینجام به خاطر که دوست داشتم توی برنامه ایرانی شرکت کنم، این برنامه رو حمایت کنم. دوم، چرا میخندم؟ چیزی شده؟ نه نه، همه چی خوبه، عالی. علی جون عالی هستی، راحت راحت باش. اوکی. یکی موقع که چشاش بسته است این حسای دیگرش خیلی قوی تر میشه، یعنی هر خنده کوچیکی از هر گوشه ای باشه یه راست میشنوه. به این دلیل یکم لطفا هوای علی جون رو داشته باشین، راحت باشه، بتونه راحت اینجا داستانش رو برای ما تعریف کنه. بگو عزیزم، دنبال چی میگردی؟ پارتنر ایدئال من اول از همه چون خودم ورزشکارم دوست داشتم ورزشکار باشه. یکی رو داشتیم برات الان رفت وای. بعدش هم این که خوش اخلاق و مهربون باشه. الینا جون جانم، خوش اخلاق و مهربونی؟ خدایا همیشه خوش اخلاق نیستم، نه مهربون هستم 99% موقع ها. اون 1% هم بستگی به رابطه ای داره که من با اون آدمی که دارم صحبت میکنم ببینم اون چه رفتاری از خودش نشون میده. خوش اخلاق بودن خیلی معیارها میخواد، باید آدم خوب خوابیده باشه، خوب غذا خورده باشه، کارشو اندازه کافی کرده باشه، خیلی حالاش خوب باشه تا بتونی بگی خوش اخلاقه. من 50-50. یکم ترسیدم. آفرین، پس چیز خوبیه. از چی ترسیدی علی جان؟ چون که احساس میکنم یکم از این حرفایی که زد یکم توی رابطه حرف خودشه، قده یکم، ببخشید. اشکال نداره، مهم نیست، من حرفم رو همیشه روک میزنم، پای حرفم هم وای میستم. نظرت چی علی جان؟ علی فکر کنم حرفی براش نمونده. تو چشمتون اون چه قصه هاست، نگاهتون اون چه آشناست،
اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست، میگم گرفتار شماست. عزیزم روز عشاق مبارک، به قول دوستان هپی ولنتاین. یک بوس هم به ما بده. هپی ولنتاین، روز عشاق مبارک. اوه مای گاد، لبوت قرمز شده. خیلی هم قرمز شد. البته این کارو همیشه قبل از که بخواد بره روی استیج میکنه، میگه یه ذره قرمزی بده به لبام، ماچ میکنه میره. ولی الان دیگه ماتیکم خیلی قرمز بود، ساری ببخشید. طولانی بود آشنایی ما، تقریبا دو سه سالی طول کشید. تو کنسرتایی که تو شهر یوتوبری بود من هر سال میومدم و برنامه اجرا میکردم و در یکی این برنامه ها مهشیدون رو دیدم و یک تبادل نگاه شد و تموم شد رفت سال بعد. دوباره این تبادل نگاه تو سال بعدم تکرار شد. در سال سوم هم باز دوباره این نگاه برقرار بود تا اینکه بنده دل به دریا زدم و تلفن ایشون از یکی از دوستان مشترک گرفتم و به ایشون زنگ زدم و فکر میکردم که ما میتونیم با هم بیشتر عاشق بشیم، ولی فکر نمیکرد من انقدر عاشقش باشم. و اینم هست، اینم هست. یه وقتی زنگ زدم یه به فال نیک گرفتم، گفتم یا این آشنایی تداوم پیدا خواهد کرد یا نه. به هر حال این ریسکو کردم و زنگ زدم و خوشبختانه اتفاق افتاد. ازش خواهش کردم که یک قهوه با من بخوره. وقتی تلفن خونه زنگ زد و من گوشی رو برداشتم و گفت الو، یعنی من با همون الو میدونستم که این هدیه. قبض روح شد، قبض روح شد. واقعا قبض روح شدم. واقعا تنها چیزی که شد آقای بی شما این برام اصلا غیر قابل باور بود، غیر قابل باور بود. دوست داری با کدوم سلبریتی دیت داشته باشی؟ ایرانی یا خارجی؟ فرقی نمی کنه. شکیرا. اوکی، یه شباهت هایی می بینم من، مگه نه بچه ها؟ اوکی شکیرا، الناز شکیرا صدام کن از این به بعد. تو دوست داری با کدوم سلبریتی دیت داشته باشی؟ دیت داشته باشم؟ آره. به دیت کار من چیز نمیشه، من ازدواج رو میخوام با ایشون. با کی ازدواج رو میخوای؟ انریکه اگلیسیاس. ایرانی هم محمد رضا فروتن، متاسفانه جفتشون و عاشقشونم. واقعا هم هنرشون، صدای انریکه اگلیسیاس و هنر بازیگری محمد رضا فروتن واقعا بی‌نظیر و محشره. سوالایی که برای هم حاضر کرده بودین چی هستن؟ الناز شروع کن. قدتون چنده؟ 1.75. خب کنسله، من 1.80. من دلم خواهد کفش پاشنه بلند باشم بقل یه مرد را برم. البته به قد نیست، به عقله. صد درصد حرف شما درسته که به عقله، ولی من صد درصد اول از همه ظاهر یک انسان رو میبینم و باهاش آشنا میشم. هیچ وقت نمیام اول از همه کتاب درسیاشو باز کنم ببینم چه چیزی خونده چه چیزی نخونده. اول از همه یک نفر نگاه میکنی، میبینی که خوشت اومده یا خوشت نیومده، بعد اخلاقات کنار بیاد با اون آدم میتونی یه دونه رابطه رو شروع کنی. ولی ایناز جون، ما اینجا الان هیچ کسی رو نمیبینیم، درست داریم برعکس قضیه رو انجام میدیم. قد رو میپرسم
چون که یه ذره ناهماهنگی ایجاد میشه. یه ذره خودتو نگاه کنی. من 1.80 قدم، من نمیتونم واقعا 1.50 1.70. حالا فکر نمی کنی شاید از خودت یه شانسی رو بگیری اگه یه شانسی ندی؟ خودم چه شانسی رو بگیرم؟ شانس شاید حالا طرف 5 سانت کوتاه‌تر باشه ولی از همه لحاظ دیگه پرفکت باشه. چرا؟ امکانش هست. پس اوپن هستی؟ بخوای یه شانسی بدی؟ داریم صحبت میکنیم. آره سوال میکنم. اولم بود. سوال اول بود. اوکی. علی جان سوال اول خودت چیه عزیزم؟ سوال اول من مثلا سوالاتم یادم رفت با این شرط. تا یادت میفته میخوای الناز جون سوال دومش رو کنه. بله 100%. الناز جون حیوان خونگی داری؟ بله. چه حیوانی؟ گربه. بازم کنسل. من آلرژی شدید دارم به گربه. بچه چه مچی ما پیدا کردیم ما اینجا. اگه از این برنامه خوشت اومده یه گزینه اون پایینه برای لایک کردن این ویدیو. اگه لایک بزنی خیلی بهمون حال دادی. اگرم از برنامه خوشت نیومده میتونی بهمون یه بیلاخ بدی. همون لایک رو سفت فشار بدی بیلاخ حساب میشه. حالا برو یا یه لایک یا یه بیلاخ بذار برامون. بعدش هم این کانال رو سابسکرایب کن تا هر وقت ویدیو جدید منتشر میکنیم با خبر بشی. تا دوباره بیای و لایک یا بیلاخ تو بزنی. در ضمن اگر یه بیزنس یا محصول داری که دوست داری در این برنامه تبلیغش رو بکنی با این ایمیل تماس بگیر. حالا برگردیم به برنامه. علی جان سوالات یادت اومده؟ یکیش یه سوالت هم یادت نمیاد؟ یه سوال عادی بپرس. یه سوال هر سوالی که میخوای. اوقات فراغت موقعی که بیکار هستین معمولا چه کاری انجام میدید؟ بستگی داره به فصل، به مودم، ولی با تمام همه اینا رو در نظر بگیرم یا کارهایی که توش خیلی اکتیف هستم، راه برم یه جایی رو ببینم، سینما برم، رستوران برم، این کارها رو میکنم، یا مثلا اگه بخوام ذره بیشتر ورزشی تر باشه شنا میرم، یا نمیدونم میگم چی چیزایی. اوقات فراغت کوتاه مدت هم این شکلی به چیز میشه. فیلم و سریال و اینا هم که همیشه توی تخت خواب قبل از خوابیدن اینا دیده میشه. آشپزی چی؟ آشپزی بلدم. بلدی یا بلدی؟ من خودم میگم بلدم. نرمال. نرمال. سیاره. مسموم نمیشی نترس. اوکی. خوری سبزی بلدی بس درست کنی؟ اولا قرمه سبزی بلد. قرمه سبزی اوکی. ما جنوبیم. جنوبی ها معمولا میگن خوری سبزی. قلیه ماهی بلدی درست کنی؟ 100%. آفرین. آخ فکر کنم شاید یواش یواش برگردن به همین دوتا. من یه قرمه سبزی درستم تو یه قلیه ماهی. داشت بردن. شکم مهمتر از قده. راز رابطه موفق ما چیه؟ ما خیلی خیلی رازها داریم که دیگه راز نیستن. مثلا یکی از کارهایی که میکنی ماهی یه بار تنها میشیم تو خونه تا جایی که میخوریم همدیگر میزنیم. حالت شوخیه ولی خب من میتونه جدی هم باشه. نه 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 من فقط عشق، فقط تو. من به آرامش رسیدم. واقعا در واقع عشق شاید یک قسمتی از یک زندگی خوب یا عاشقانه باشه. به نظر من داشتن اعتماد به نفس و داشتن اعتماد 100% به طرف مقابل میتونه خیلی فکر مهمی باشه. بازم میگم شاید خیلی از خانم‌ها این اعتماد به نفس رو نداشته باشن در مقابل همسری که مسافرت زیاد میکنه، به خصوص خواننده باشه که یه مقداری هم مورد توجه هست. کمایه خیلی نه واقعا یه مقداری مورد توجه هست. کار ساده‌ای برای خانوم ها نیست. من نه همینجورا خیلی... برای آقایون خیلی خانوم ها هستن برای... که هنرمندن. شاید برای آقایون کار سختری باشه اگر که همسرشون هنرمند باشه، ولی نهایتش دو تا فکت، دو تا اصل خیلی مهمه. یکی اعتماد،
و دیگری ساختن آرامش، درست کردن آرامش به خصوص در یک همچین زندگی یه ذره سخت‌تر از زندگی‌های معمولیه. به مخشید این اتکا به نفس و این به قول جماعت انگلیسی سلف کانفیدنس رو داشت و داره که بتونه براحتی از مسائلی که ممکن بود تولید اشکال بکنه براحتی بگذاره و دستش درد نکنه. قربان شما. من این سلف کانفیدنس رو داشتم، ولی ابی خودش اعتماد بزرگی به من داد و باعث شد که من حتی اتکا به نفسی که داشتم بیشتر و بیشتر بشه هر روز. این تقابل دو نفر هست. بله. یک تفاهم دو نفر هست. یک عشق دو نفر هست. بله، اون که جای خود. بچه نتیجه‌تون رو دارین الان یا میخواین از ادامه بدین صحبتو؟ من داشتم. تا داشتی. علی جان تو چی میخوای ادامه بدی یا دارین؟ من اوکی ام الان. پس ما از 5 میشمریم به 1. همه حاضر؟ 5 4 3 2 1. اوکی. علی جان تو چشم‌بند رو بذار بمونه. اینا جان تو که گفتی نه، ازت خدافظی میکنیم. مرسی. احساس کمکت کنم. به افتخار ایناز دست بزنین لطفاً. مرسی. خب، وایس علی جان، وایس علی جان، با تو تموم نشدیم ما هنوز. فکر کنم چه چند تا فن داری اینجا تو این سالن. میای بالا؟ میای بالا؟ بیا 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 بالا به افتخارش. چی؟ اوکی بیا پس بالا، بیا پس. اسمت چی هست؟ فریما. فریما. اوکی بچه ها، فریما جان میخواد یک لحظه فقط بره این پشت. آه نه نه، از اینجا از اینجا از اینجا. آره ده. اصلا میدون چیه؟ آره برات اصلا موسیقی رو هم میذاریم، درست با موسیقی بیای بیرون. اوکی علی جان خیلی جالب شد. کس دیگه هست که از علی خوشش بیاد که بخواد عجله کنه زودتر بیاد رو استیج؟ اونجا 3 تا پسر بودن ازش خوشش اومده بودن. حاضر؟ این شما و این فریما. مجری؟ اوکی بفهمی. مرسی. اوکی بفهمی. سرنوی جان خوب هستید. مرسی، خیلی ممنون شما. شما در پارتنر ایدئالتون چی میبینی؟ من پارتنر ایدئالم؟ بله. یکی که پشتت باشه تو هر شرایط، بتونی همیشه روش حساب بکنی و هر وقت در موردش فکر میکنی خنده بیاد رو لبات. خیلی هم قشنگ. دیگه بسته، برو اونور. خب فریما جان، این چی دونمایی کنه توه؟ گفتم فریما جان، از چیه علی جان خوشت اومد که خواستی بیای بالا؟ راستش اول آوتفیتشون خیلی بهش فکر کرده، خیلی بهشون میاد، موها خیلی شیک، کلاً استایل شما خیلی برای من جذاب. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. یه پارتنر دنبال چی هستی؟ صادق باشه، به من دروغ نگه، اصلاً به فکر خیانت نباشه. علی جان سوالی داری؟ من نه، مشخصه ایشون خانم مؤدب، خانم برید خوبی هستن، 100% همه دخترای ایرانی دخترای مؤدبی هستن. حالا شرکت کننده قبلی هم نظرش بود دیگه، حالا اون یه معیارایی داشت. من خودم شخصا اول به باطن طرف میرم، آدم باید ببینه درون اون شخصیت چیه، وگرنه قد و چهره و این چیزا تکراری میشه. ماشاءالله. خوشت اومد؟ کاملا موافقم. شما 50 سال دیگه با پارتنرت که باشی همه صورتت چروکه، برات مهم نیست دیگه چه شکلی بود. شما عاشق رفتار اون طرف شدی، نه عاشق قیافه زیبا یا قد بلند. چه عادت عجیبی داری که معمولا از دیگران پنهان میکنی؟ من
با اینکه خیلی جوونم بدنم از من خیلی پیرتره و تمام مدت قلنجمو میشکنم. قلنجمو میشکنم یعنی چی؟ یعنی ایش لستی کناخن اینفخ کنک موزو بینش من آم پیه و بس کنک هست. آها 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 اوکی اوکی. هیجان انگیزترین کاری که تا حالا کردی چی بوده؟ همین الان من روی صحنه حساب میشه. جز این جز این خیلی دلم میخواد با چتر از هواپیما بپرم ولی هنوز انجام ندادم. بله سکای دایوینگ. تو چی علی جان؟ من یه خیریه خانوادگی داریم به نام بلس منتی، کمک میکنیم به حالا بچه های آفریقا. ما تونستیم یه فرصتی پیدا کنیم درس بخونیم، الان از این برنامه بریم توی خونه‌های گرم خودمون باشیم. دوست دارم اگه خدا باعث شده این موقعیت برای ما پیش بیاد توی این شرایط باشیم، بتونم کاری کنم حداقل مثلا چند نفر دیگه هم توی این شرایط باشن، کسایی که این شرایط رو ندارن، نمیتونن تحصیل کنن، نمیتونن خونه خوب داشته باشن. خیلی من این کار برام هیجان انگیز بود. مرسی. هنوزم اینجایی؟ پس مثل اینکه برات نیومده، دمت گرم. درباره لایک و بلاک و سابسکرایب که برات گفتم، پس اگه تا الان با ما بودی لطفا یادت نره که حتما انجام بدی. به حال دیگه هم بده و یه کامنت زیر این ویدیو بذار و این ویدیو رو با دوستات شیر کن. مرسی. از وقتی که من وارد شدم نظرتون چی بود راجع به من؟ من اولین نگاهی که من دیدی؟ راستش من شما رو بیرونم دیدم و شما که وارد شدید من گفتم واقعا اولین چیزی که به چشمم خورد همین استایل شما بود که چقدر شیک پوشیدید و چقدر با قواره ورود شدید، یعنی ورودتون. مرسی مام، لطف دارید. چیز ندارم بگم من. علی جان چه حسی دارید؟ ایشون دختر مؤدبی است. مرسی مرسی، متوجه شدیم. مهمتر از همه ایرانیه. من همیشه آرزوم اینه فقط با دخترهای ایرانی دوست بشم، یعنی و اینکه نظرم راجع به ایشون یه چیزی میگم شاید کمک کنه، جنوبی هم هستیم جفتمون. اوه علی شروع کرد دست زدن. چه خصوصیت خاصی داری؟ من خیلی اپتیمیست هستم، همیشه سعی میکنم بهترین چیزو توی بدترین شرایط ببینم و همیشه سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم کمک کنم تا بیشتر مشکل بسازم برای یه نفر. عشق تو چجوری دوست داری به پارتنرت نشون بدی؟ خیلی دوست دارم برای طرفم کادو بدم، براش وقت بذارم و همینطور میخوام که برای من وقت بذاره و برای من نشون بده که منو دوست داره. حتما نباید 24 ساعت هر روز بگه دوست دارم، زیادم عاشقتم، ولی همین که آدم با هم وقت میذاره و میبینه که خواسته میشه کافیه. اگر میتونستی زندگی یه نفر دیگر رو برای یک روز تجربه کنی، کی رو انتخاب میکردی؟ اگه بخوام درک کنم احتمالاً پدرم، ولی اگه بخوام بهم خوش بگذره living the life اونایی که مامانم میشناسن گفتن دیگه. مامانم من خیلی بهش خوش میگذره. مامانت اینجاست؟ توی ردیف اول نشسته. به شما خیلی خوش میگذره در زندگی؟ چه کار میکنین؟ نه دیگه دقیقا ich nenne das so Sozialarbeiter bei Tag, Partymaus in der Nacht. Oh, Partymaus هستین شما، ماشاءالله. بچه‌ها، آخرین سوال بعدش تصمیم. اگر دستگیر بشی، دوستات فکر میکنن چه کار خلافی کردی؟ یه نفر رو کشتن به خاطر اینکه یه نفر دیگه دفاع کردم و یه نفر رو کشتن به خاطر اینکه رفته رو مخم. یعنی فقط کشتم بوده. کشتم بود. خطرناک نیستم، من خیلی آرومم ولی تمپرامنت دارم دیگه. علی جان. بله. حست چی میگه؟ حست میگه که میتونی تصمیم بگیری الان؟ بله 100%. 100%؟ اوکی. حاضرین که تصمیم این دو نازنین رو بشنویم، ببینیم. پس بریم. 3 2 1
اوکی علی جان چشمبند تو میتونی الان برداری؟ کمکت بکنم؟ باعث اومدم موهاش خراب میشه آها اومد اوه سلام سلام حال شما واسه خیلی خوشبختم منم از آشنایی مرسی الان میتونی یکم به هم دیگه نگاه کنین صحبت کنین با هم دیگه ما تصمیم هر دوتون رو میدونیم شما سر تصمیمتون هستین؟ میشه عوض کنم ده آخه خیلی یه چیزی هستش که ممکنه آخه من فکر میکنم شک میکنم که شما دماغتون عملیه من مشکل دارم با این قضیه من دوست دارم دماغ طبیعی باشه نه خدایی مشکل من فقط بینیه که خیلی نازکه و عرصانیه بچه ما چی بگیم دیگه این وسط علی جان من متاسفم خب کسی دیگه ای داریم بله علی جان ما امروز بدون دیت برای علی برنامه رو تموم نمی کنیم کی هستش؟ کی هستش شما؟ کی؟ اونجا هست؟ پس اول از شما ما خداحافظی کنیم دست بزنین لطفاً برای ایشون خیلی ممنون مرسی بفرمایین خب میخواییم بیاییم بالا پیش ما؟ آره بفرمایین بفرمایین سلام خب اسم شما؟ نادیا هستم نادیا جان خیلی خوش اومدی از چی علی خوشت اومد که خواستی الان بیایی بالا؟ راستش از دخترای دیگه خوشم نیومد داری به علی چی بگی؟ دقیقاً بازم ادامه داره یه چند تا سوال میکنم ازتون همزمان جواب بدین اوکی؟ که ببینیم چقدر با همدیگه مچین تو این سوالات به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داری؟ بله من به تناسق اعتقاد دارم آره بله پس بله به پدر و مادر طرف اجازه میدی وقتی پیر شدن بیان با شما زندگی کنن؟ حتما بعد درستان اوکی دوتا مچ خیلی خوب به نظرت کی باید هزینه قرار اولو بپردازه؟ پسره؟ دختره؟ یا دنگی؟ پسره اوکی احساسی هستی یا منطقی؟ هر دو. منطقی تو چی؟ هر دو اوکی به مادرت بحثایی که با پارتنرت میکنی و میگی هماره هم نه تو چی گفتی؟ نه موقعی که میدونم مادرم آدم منطقیه و کلن احساساتش رو که من دخترشم و کلن توجه نمی کنه بهش و میتونه طرف مقابل رو بیشتر از من در نظر بگیره پس بله باش مشورت حتما میکنم قبول؟ یکی اونجا گفت اشتباه نظر توه خودت رو مدرن میدونی یا سنتی؟ سنتی خوشبین هستی یا بدبین؟ خوشبین هر دوتون گفتین؟ هر دو موزیک سنتی یا پاپ؟ پاپ هر دو آخری موزه یا شهر بازی؟ شهر بازی موزه موزه چی میگونی؟ موزه چی؟ آثار باستانی من دوست دارم اونو هستم راه زیباییست به شرطی آدم بتونه قدمهاش رو
محکم برداره، یعنی هر دو طرف بتونن قدم های محکم و به موقع سنجیده رو بردارن برای داشتن یک رابطه عاشقانه و خوب. تو هم بگو همونی که من گفتم، همونی که اربی گفت. ولی خوب نه، من فکر میکنم جوانای امروز خیلی سخت میگیرن راجب عشق، ازدواج به خصوص و بچه دار شدن. درسته کارهای آسونی نیست، اصلا کارهای آسونی نیست، ولی زیباست. انقدر به خودتون سخت نگیرین و یادتون باشه به خصوص بچه دار شدن یکی از زیباترین تجربیات زندگیه. حیف از دست بدین. البته قبل از اینکه مهشید جون به درست بگه، قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم ما 4 تا بچه داشتیم، شاید برای ما یه مقداری راحت تر. پس الان دیسیژن لایت رو به ما بدین لطفا. 5 4 3 من لایک بودم که اومدم بالا. به افتخار هر دوتاشون دست بزنیم. خیلی خوشحالم که اولین دیت دل به دل رو الان به وجود آوردیم با شما دوتا. امیدوارم بهتون خوش بگذره و ما رو در جریان بذارین. بچه با ما باشید تا قسمت بعدی. مرسی، خیلی ممنون. مرسی. دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو. Happy Valentine's Day my love. Happy Valentine's Day my love. یادتون نباشه که کانال دل به دل رو فالو کنید که این اپیزود ما رو میس نکنید. یادتون نره. What did I say? یادتون نباشه. یادتون نره که کانال دل به دل رو سابسکرایب کنید. یادتون نره که کانال دل به دل رو سابسکرایب کنید. Happy Valentine's my love. Happy Valentine's. خیلی ممنون که برنامه‌مون رو تا آخر نگاه کردی. اگه دوست داری تو یکی از قسمت‌ها به عنوان تماشاچی شرکت کنی، حتما پیج اینستاگراممون رو فالو کن، چون خبرها رو اول اونجا می‌ذاریم. اگرم مجردی و دوست داری به عنوان شرکت کننده تو برنامه باشی، یه پی ام تو اینستاگرام برامون بفرست یا به این آدرس که الان اینجا می‌بینی یه ایمیل بفرست. خیلی خوشحال می‌شیم ببینیمتون و کلی با هم خوش بگذرونیم. تا قسمت بعدی.